روز یکشنبه مقامات بلاروس میدان مرکزی مینسک را سیمخارپیچ نمودند تا اعتراضگران به آن راه نیابند. سپس آنها در کوچه های پایتخت بلاروس بازداشت اشتراکچیان رهپیمایی معروف با نام مرش قهرمان ها را شروع نمودند. 36 روز این جانب مخالفین حکومت بلاروس گرد همایی های اعتراضی برپا می کنند. به قول آنها انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست سرشار از تقلب بود. خبرنگار رویترز از نقل شاهدان آورده است که روز یکشنبه ده‌ها هزار نفر از میدان استقلال مینسک یعنی از نزد قرارگاه پرزیدنت بلاروس عبور نمودند. اعتراضگران با اشاره به تقلب در انتخابات پرزیدنتی طلب دارند که در این کشور انتخابات نو دایر شود. پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو که 26 سال اینجانب رهبری بلاروس را بر دوش دارد با مذاکرات با مخالفین آماده نیست و طلب انتخابات نو را قبول ندارد. سازمان ملل متحد تخمین میکند که در دوام 5 هفته اعتراضها تا 6000 نفر بازداشت شدند و در بعضی حالتها خادمان امنیتی بازداشت شده ها را شکنجه کردند. خبرگزاری تاس روسیه از نقل منصبداران بلاروس آورده است که ساعت‌های تخمیناً 12 روز یکشنبه افسران امنیتی بازداشت اعتراضگران را آغاز نمودند. سربازان اعتراضگران را کلتک‌کوب هم می‌کردند. اولگا چیمدانوا، نماینده وزارت امور داخلی بلاروس می‌گوید روز یکشنبه نیروهای تازه نفس در کوچه‌های مینسک سفربر شدند و آنها می‌بایست از گردهمایی‌های غیر قانونی جلوگیری می‌کردند. روز یکشنبه جمع‌آمدهای اعتراضی در دیگر شهرهای بلاروس و از جمله حامل و برست نیز دایر شدند.